چینش مالکینه که ساکن بودن کلا از دنیا رفتن. من خاطرم هست اون زلزله مهیبو، متاسفانه تعداد زیادی از هموطنانمون ما از دست دادیم. حالا کسانی که ارث میگرفتن از متوفا میرن مراجعه میکنن، خب اون شهر رو دیدین، از شما میپرسن آدرس مثلا بستگانتو بگو، میگی من چشمی رفتم میدونم، آدرس پستی نمیدونم. در صورتی که اگر این آدرس ها رو بستر بلاکچین باشه، کسی دیگه نمیتونه کلیم کنه بیاد مدعیش اینجا مال منه. و این اتفاق افتاد تو کرمان، دم کرمان. تولید ارز دیجیتال ملی CBDC Central Bank Digital Currency، بانک مرکزی بانک های مرکزی دنیا به همه بانک های مرکزی گفته، چقدر بانک مرکزی توش داشت، که ارز دیجیتال خودتون رو تولید کنید. کشور دوست و برادر ترکیه امسال ارز دیجیتالش تولید میکنه. اما این ارز دیجیتال حالا چه قصه های پشتش هست و چه کاربردهایی داره، یه نقد روش وجود داره. ما هدف کلاسمون این نیست ولی بهش میپردازیم در گام های جلوتر. اما بدونیم که در یکی از استان های کشور چین ارز دیجیتالش رو پایلوت رو اندازی کرده، حتی مردم هزینه چیزو پمپ بنزین رو بر اساس این کریپتو، بر اساس این CBDC خودشون، ارز دیجیتال ملی خودشون پرداخت میکنن. ببینید حالا میریم جلوتر بهش میپردازیم، من زیاد باز نکنم. بحث پاسپورت سلامت هست. ببینید این دولت ها و بلاکچین نمونه هایی که ازش میتونیم استفاده کنیم، مثلا امارات اومده تو اسناد دولتی و گذرنامه دیجیتال استفاده کرد، تو حمل و نقل استفاده کرده. جالبه براتون بگم که استونی یکی از کورای هسته های اصلی بلاکچین تو دنیاست. کلی پروژه تعریف کردن، کلی کار قشنگ دارن انجام میدن و خب این با ارزشه. تو روسیه همینطور اطلاعات درمانی رو آوردن. چین و هند بعد از این فاجعه کرونا که متاسفانه ما خیلی از دوستان و بستگانمون رو توی این موضوع کرونا از دست دادیم و جای تأسف داره، متاسفانه این اتفاق شاید شما دور و برتون هم زیاد افتاده، برای منم متاسفانه این اتفاق افتاد، اومده دولت چین و دولت هند با همکاری همدیگه چیزی را به نام پاسپورت سلامت طراحی کرده و یه پروتکلی داره پیاده میکنه. مثلا میگه این آدمی که پاسپورت سلامت برش تعریف شده، این دچار این نوع بیماری های عفونی هست یا سابقه شو داشته، اجازه ورود مثلا به یه رستوران رو بهش نده یا اجازه ورود به یه رستوران خاص رو بهش بده و در آینده یه واگن خاص رو برای این طراحی کنه. ببینی این چیزا به صورت اپریشنال و دستی، یکی تو مترو مثلا، یه هابی مثل مترو توپخونه، شما اصلا نمیتونی با سیل مردم میری تو واگن اگر اون زیر دست پا له نشید. حالا چجوری میخوان این کار رو تو کشوری مثل هند با اون همه جمعیت و کشوری مثل چین عملیاتی کنن، واقعا شاهکاره و این رو بر بستر بلاکچین داره پیاده میکنه. ببینید تغییراتی که میخوان توی دنیا بدن چجوری داره از بلاکچین استفاده میشه. ما فقط یه کاربردش یاد گرفتیم، اونم خرید بیتکوینه، در صورتی که پروژه های خیلی بزرگ و ملی در این خصوص وجود داره. بلاکچین و صنعت مالی، اولین کاری که میکنه واسطه رو حذف میکنه. واسطه کیه؟ مؤسسه مالی اعتباری، مؤسساتی که دارن خدمات مالی میدن، بانک ها. افزایش ارزش افزوده میکنه در زنجیره ارزش، سرعت ارائه خدمات انجام میده. الان یه سویفت، الان دوستانی که حالا تو این گروه هستن من میدونم که بیزینس، کارهای بیزینسی هم انجام میدن، اون موقعی که سویفت باز بود یه دونه حواله میخواستی بزنی برای هامبورگ، چند روز زمان، چند روز تقویمی، یعنی کاری به اضافه تعطیلات، چون ما اونا شنبه شنبه تعطیلن، ما پنجشنبه جمعه، بس چهار روزش رفت دیگه. چند روز طول میکشید؟ دوستانی که تجربه دارن ممنون میشم بفرمایید که یک حواله سویفتی میزدی برای کسی، برای یه بانکی، برای یه تاجری توی هامبورگ، چند روز زمان میبرد یا هر جای دنیا. ده روز تقویمی دیگه آی مهندس، درست عرض میکنم تقویمی این؟ بله، 10 روز تقویمی. آی باقری هم اگر تجربه هم که شما دارین ممنون میشم با دوستان کلاس شیر کنید. تازه رو هوا هم بود واقعا. چرا؟ چون شما این پولو میزدی به حساب بانک عاملت، بانک عاملت میزد با سویفت
میخوند برای شبکه، تازه میرفت فدرال رزرو هم اون داستانای ضد پولشویی رو چک میکرد و نمیدونه آنتی لاندرینگ و اینا رو چک میکرد، بعد میرفت تازه دست بانک مقصدت. بعد از این 7 تا 10 روزه تاجر مستقیم تو میگفت من پول گرفتم، حالا این داستانای با اجازه دادن ترخیص کالا و این چیزا انجام میشد. ببین چه زمانی میبرده. الان بیت کوین وقتی که رو شبکه منتقل میشه اینجوریه، 10 دقیقه طول میکشه کانفرم شدنش. اتریوم کمتر از این. ریپلی که امروز به این بدبختی انداختنش که حالا داستان داره، این سکیوریتی اکسچنج کمیتی توی امریکا بحث نظارت بر اوراق مالی رو داره، حالا خیلی قصهش طولانیه نمیخوام برسیم به اون، اما ریپل ایکس که بلاکچینش ریپله، کوینش XRPه، توکنش XRPه، کار سویفت رو انجام میده، اما زیر 1 دقیقه. تصور این که 10 روز زمان میبرده حالا شده 1 دقیقه، پوست بانک‌ها رو کنده، حالا اینا ریختن سرش که بکوبنش زمین. جالب براتون بگم که این کلیما که براش به وجود اومد، اولین کاری که کرد اومد رفت دفترش رو از امریکا برد لندن، یه هدکوارتر هم زده توی ابوظبی. میدونی که بانک‌های عربی خیلی از تراکنشاشون رو آوردن روی این. و امروز خبری که میخوندم جالبه که میگفت بانک مرکزی امریکا به بانک‌های کشورش اجازه داده تا بر اساس استیبل کوین ها که تو این کلاس هم بهش خواهیم پرداخت، مثل دلار تته، خیلی نگران نباشین این واژه اولین بار میشنوینا، تو این کلاس میخوایم زیر روش کنیم، اجازه بهشون داده که مبادلاتشون بر اون اساس هم انجام بدن. انقریبه که این اتفاقات برای ریپل و توکن XRP خواهد افتاد و این احیا میشه تو بازار و سهم بزرگی رو میگیره. ببینید یه چیز مفهومی به نام نئوبانک داریم، یا خدمتون عرض شود بانکداری نوین داریم، که این نئوبانک ها اومدن چیکار کردن. این نئو NEOE یه واژه یونانیه بر وزن همون نیوه، ولی از این استفاده کردن خوشگلتر باشه. یه سری بانک ها این تغییر و تحول زودتر فهمیدن، مثلا چی عرض شود که US Bank اتخایی میکنم، BBVA، HSB Bank و خیلی از این مواردی که این زیر براتون یادداشت کردم، اینا تحول توی ساختار مالی بانکی رو زودتر متوجه شدن. نقل و انتقال دیگه اون داستان قبل نداره، اون هزینه ها. حالا آقای جوادی پور یا آقای باقری، اگر هزینه مثلا 500,000 دلار جابجایی رو هم بفرمایید این زیر، ممنون میشم، میخوام مقایسه بکنم با شبکه مثلا بیت کوین یا شبکه XRP، توکن XRP یا ETH، اتر، روی پلتفرم اتریوم. اگر عددی تو ذهنتون هست که چقدر کارمز پرداخت می‌کردین از اینجا برای 500,000 دلار، یه عددی رو بنویسین که ما هم یه حسی گرفته باشیم. ببینید مفهومی به نام نئوبانک به وجود میاد. انگلستان تو حوزه بانکی یه کشور بسیار پیشرفته است، اولین بانک‌ها رو تأسیس کرده، خیلی قدیمیه. چندین سال قبل، تقریبا 4-5 سال قبل به این نقطه رسید که بانکداری با این فرمت تو دیواره و نمیتونه این کار انجام بده. اومد رگولاتور قوانینی گذاشت، گفت شما میتونی یه شرکت تأسیس کنی، خدمات بانکی بدی. این چیزی که الان ما توی ایران باهاش مسئله داریم و اومدن بحث پلتفرم به نام اوپن ای پی آی را اندازی کردن. حالا یه جایی میدن این سرویس رو، یه جایی نمیدن، یه روز قطع میکنن، یه روز وصل میکنن و خیلی قصه های این تیپی داریم. بالاخره ما هم این مسیر رو باید طی کنیم. اونا زودتر دوزاریشون افتاد، اومدن بانکای بدون شعبه تأسیس کردن. ما یه بانکی داریم به نام بانک قرض‌الحسنه رسالت در ایران که تمام شعبش رو بسته، فکر کنم تا آخر سال دیگه شعبه‌ای نداشت، همه رو رو پلتفرم اینترنت بانک و موبایل بانکش و رو پیشخوان مجازیش داره سرویس میده. بقیه بانک‌ها هم میان سمت این، دیگه شعبه معنایی ندارد. این نسل آدم های دیجیتالی که مثلا الان اوردر سنیشون بین 15 تا 20 22 سال هست، 25 سال هست، دیگه مفهومی به نام پول نقد نداره. با این کرونا دیدی اصلا آدم چندشش میشه پول بده، همه با کارت دارن پرداخت میکنن. میری هر جایی که خرید کنی میگه کارت بکش، پول نقد نمیگیرن.
و این طبیعیه. خود همون پول نفت عامل انتقال چقدر میکروب و ویروس و فلان و بهمان بوده. پس اینقدر سریع داره خارج میشه. فکر میکنم رو مثلا اعتماد مشارکتی هم رو بیزینس اینا هم تاثیر قاطعی بذاره در سطح دنیا، نه فقط ایران. و خب این بانک ها تأسیس شد، مونزو و N26. مونزو انگلیسی، N26 آلمانی. اینها امروز داشتم آمار مونزو رو نگاه میکردم، 4,800,000 نفر توی دنیا دارن روی پلتفرم سرویس میگیرن. چکو به یه سری خدمات، یعنی دفاتر خدمات شهری هست، چکو دارن به اونا میسپارن خدمات پولیشون اونجوری انجام میدن، بقیهشون رو پلتفرمه. رسیده این 4,800,000 نفر تقریبا 5 ماه پیش که من یه گزارشی داشتم تهیه میکردم در خصوص نیو بانک ها، اون گزارش داشتم امروز آپدیت میکردم، نگاه کردم دیدم اون موقع 4,300,000 خال خورده هم داشت مشتری توی پلتفرم N26 که در تمام دنیا هم دارن کار میکنن، یعنی 500,000 نفر مشتری توی فاصله بهش اضافه شده. با اینکه که فقط یه ساختمون آیتی داره، یک صدم مبلغ 500,000 دلار میشه چقدر؟ 500,000 دلار 5,000 دلار دیگه، درست میگم اگر اشتباه نکنم 5,000 دلار، در صورتی که الان آقای یک هزارم میشه، اگه یکی میشه 500 دلار، 500 دلار بابت کارمز 500,000 دلار برای جابجایی پول تو اون 7 تا 10 روزه میدادن. حالا جالبه براتون بگم که این اتفاق روی بیت کوین با هر اسکیلی 12 دلار الان واسه تو اوج ترافیک شبکه، بعضن با 1 دلار زیر 1 دلار و 2 دلار جابجا کردن. پس دیگه کارمز شکل خودش باید عوض کنه، با این سطح دیگه جواب نمیده. بحث بعدی ما بحث بلاکچین و اینترنت اشیاه. ببینید دیگه الان اینترنت 5G هم که به لطف ایرانسل راه اندازی شده، حالا بگذاریم از این که چه میتونه ساید افکت هایی برای سلامت آدم ها داشته باشه و اینا، این یه بحث جداییه، اما خود این محتوا کمک میکنه به ما بحث ماشین های خودران، خدماتی که میشه بر مبنای این 5G توی ببینید اسمارت هوم چجوریه. الان این مودمایی که روی شبکه فیبر نوری دارن به این خونه ها میدن، پشتش سوکت هایی داره که امکان اسمارت کردن خونه وجود داره. میتونی پکیج تو وصل کنی، چراغا رو وصل بکنی، خیلی ماشین لباسشویی، یخچال و و و تلویزیون، همه سیستم خونه رو به این وصل بکنی و با یه اپلیکیشن از بیرون هدایتش بکنی. شما دلیل نداره که 8 ساعت 10 ساعت تو خونه تشریف ندارین، این پکیج رو 60 درجه همینجوری بسوزه، میتونه کم بکنه بعد اضافه شه. کشورهایی که انرژی توش معنی پیدا میکنه باید به این سمت برن و ما هم خواهیم رفت. خب این چه ربطی به بلاکچین داره؟ ببینید اینترنت اشیا احتیاج به یه پروسس های خیلی بزرگی انجام میده و یه خدمات ویژه انجام میده که به ما کمک میکنه از بستر بلاکچین استفاده کنیم. خاطرم هست یه مقاله میخوندم در